با خیر مقدم دوباره به بینندگان برنامه ضیافت. کاری که ملاحظه کردی کنسرتونیو برای سنتور و ارکستر بود از استاد حسین دهلوی که سخنرانی بسیار بسیار دلانگیزی کرده بود و از ایران ازش فیلم گرفته بودن که در مراسم اون شب پخش کردن. از خانم باغچبان، حضور پری سمر، حضور دکتر خوشدام، ماریا تقدسی، پری زنگنه و گل سرسبد اون شب خانم جمیله خرازی، بسیاری آرتیست‌های خانم فخری نیکزاد، خیلی اینقدر اسم زیاده که توی حافظه نمیمونه. مثل یه فیلم بزرگ سینمایی است که آدم باید بشینه از اول تا آخر نگاه بکنه. خانم خرازی، واقعا بازم به شما میگم دستتون درد نکنه. و چیزی که من یکی از تبریک‌های بزرگم اینه که شما این برنامه رو به صورت رایگان اجرا می‌کنین، یعنی که برای آدینس، برای تماشاگرها میتونن از این برنامه استفاده کنن. و میدونم که در اون برنامه‌ای که راجع به گل‌ها بود یا ترانه بود خیلی‌ها بیرون در مونده بودن، درست یا نه؟ برنامه گل‌های جاویدان با وجودی که گنجایش سالن ما 1300 نفر است، بیشتر از 1500 نفر بیرون نتونستن بلیت پیدا کنن و بیان تو. چه خوب. با افتخار این برنامه‌ها همش رایگانه. علتش این هست که قول ما به مردم این بود، همیشه برنامه‌های اینجوری چه در ایران تالار رودکی و بعدها چه در اینجا، به خاطر گرانی بلیت یا به خاطر به هر حال پولی که باید پرداخت می‌شد خانواده ها محدود بودن که چه تعدادی بیان. ما باید به زبانی برنامه را انجام میدادیم که برای جوان های ما که احتمالاً فارسی صحبت میکنن ولی دیگه چیزی از تاریخ مملکت چون نمیدونن، این برنامه به دو زبانه باشه، که به زبانی باشه که بیشتر بفهمن، اینا فارسی محاوره صحبت میکنن. قیمت بلیت اونقدر ارزون باشه یا هیچی نباشه که هر کسی دل داشته باشه که گرفرند خارجیشو یا بویفرند خارجیشو ورداره بیاره یا با تمام خانواده بیان. و با کمال افتخار در آخرین برنامه ما دیدیم که 40% برنامه های ما رو جوان اومده، بله، انگلیسی اومده. و این برنامه ها فقط یک اشکالی داشت، چون به خاطر ظرفیت محدود سالن دوستان، بعضی از دوستان ما 20 تا و 30 تا بلیت رزرو میکردن و روز برنامه نمی اومدن یا اینکه همشون نمی اومدن. در نتیجه کسانی که تو بارون، تو سختی، تو سرما، برف، نمیدونم طوفان، خیلی میشد، می اومدن پشت در می اومدن، حتی نمیتونستن با دوستانشون و فامیلشون کنار هم بشینن. این بار ما یک چارج بسیار کوچیک گذاشتیم، قیمت 10 پوند، و از همه مردم سوال کردیم آیا راضی هستین. در پایان این فیلم شما میبینید نظر مردم که دعوا کردن با من، شما چرا اینو بیشتر نمیذارید؟ ما خیالمون راحت باشه، این قیمت خیلی کمه. چکای 2000 پوندی برام فرستادن که ما همه رو برگردوندیم، چون قول ما این بود که باید اونی باشه که همه بتونن بیان. همیشه این اینا در خدمت آدمهایی بوده که رفاه مادی داشتن، و این بار ما این کار برای مردمه، هر کسی باید بتونه. درود بر شما، نیکوست که میمانن و با ارزشترین است. و منم به عنوان هنرمند سپاسگزاری میکنم از همه زحماتتون. بر صورت شما مسئولیتایی دارین در زندگی خودتون، ولی میبینم که شبانه روز کار میکنین که به نفع حسن این برنامه رو انجام بدین. اگر موافقین بریم به این لوحه‌ای که بسیار زیبا بود و تنیس فردوسی، بله، اینا رو ببینیم. اگر که آریا آماده است، خیلی هم ازش تشکر میکنم، از آقای داریوش زهاب. و بعد Mrs. Zangone has dedicated her life to be the living proof that physical impairment need not limit the scope of the power of imagination, inspiration and innovation.
May we now thank Mr. Mario Tagadusi. Mahmoud Koshna. Maestro Declavie, the greatest artist of the time, we would like to ask Jane Lewison to accept an award on his behalf. Ladies and gentlemen, that most honorable artist, our star tonight, Evelyn Bakhshevan, please. Two dancers, Brice Bardot and Laure Daugé. And finally, ladies and gentlemen, Mrs. Pari Sama. بینندگان عزیز برنامه ضیافت، کم کم چراغ ضیافت رو خاموش میکنم. خیلی از فیلمایی که تهیه کرده بودم از قسمت‌های مختلف اون شب باشگو در لندن نیمه کاره موند. برصورتی برنامه ساعت محدود داره، اگر تا حالا ما رو تأمل کردین ازتون سپاسگزارم. حالا در برنامه‌های بعد یه مقدار اطلاعات بیشتری میدم از هنرمندای ارزنده‌ای که اون شب روی صحنه بودن، آثاری که اجرا شد. حدود 3 ساعت برنامه بوده، ما در 30-40 دقیقه نمیتونستیم همه اینا رو در کنارم بذاریم. باز سپاسگزاری میکنم از خانم جمیله خرازی به خاطر لطفی که کردن، قدم رنجه کردن اومدن استودیوی ما و بسیار استودیوی ما رو سبز کردن، رنگه کردن و امیدوارم که همیشه در کاراتون موفق باشین. اگر که کاری نداری خدافظی کنیم، چون یک تیکه دیگه هم هست که یه مقدار از سالای منو یه خانمی اونجا از شما کردن که با اون برنامه رو پایان بدیم. بسیار متشکرم، باز هم از شانسی که به من دادید تشکر میکنم و میخوام بدونید که اگر هنرمندانی مثل شما نباشن، برنامه های اینجوری نبود و ما صدای مردم ایران هستیم و تشکر مردم ایران برای این سالهایی که شما برای هنرتون برای ما بودید. سپاسگزارم. از آریو کارگردان فنی برنامه سپاسگزارم. مهرتان فزون، عشقتان جاویدان، براتون روزهای آفتابی و شبهای پرستاره آرزو میکنم. روز روزگار بر شما خوش.